توی این ویدیو میخوایم ببینیم که آیفونمون چطور میتونیم سریعتر شارژ کنیم. اگر که گوشی آیفونتون رو وقتی میزنید به شارژ همینطوری باید ساعت بگیرید، 40 دقیقه 50 دقیقه یک ساعت طول میکشه که شارژ بشه، این ویدیو رو تا آخر ببینید. رفقا سلام، من محمد یزدانی هستم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو دیگه از اپ کاربردی. توی این ویدیو میخوام در مورد شارژ آیفون صحبت بکنم، با یه سری ترفندها و روشایی که وجود داره میخوام بهتون کمک بکنم که آیفونتون رو بتونید سریعتر شارژ بکنید بدون نیاز به اینکه آداپتور رو عوض بکنید، کابل عوض بکنید یا نمیدونم فست شارژ عجیب و غریب بخرید. با همون آداپتور کابلی که دارید میخوام کمک بکنم که آیفونتون رو سریعتر شارژ بکنید. بریم سراغ ترفندهایی که واقعا خفنه. اول برید توی تنظیمات گوشی آیفونتون، بذارید من اسکرین ریکورد واسهتون فعال بکنم که تصویرش هم داشته باشید. برید توی تنظیمات گوشی آیفونتون و برید پایین‌تر فوکس رو پیدا بکنید. وارد فوکس بشید، به اضافه بالا رو بزنید و کاستوم رو انتخاب بکنید. یه فوکس جدید ما می‌خوایم ایجاد بکنید. اینجا که چیز مهمی نیست، فقط نام و حالا اون عکس و رنگ فوکس رو می‌تونید تنظیم بکنید. مثلا من نیمش رو می‌ذارم فست چارج و میام پایین‌تر. حالا رنگش هم می‌تونم عوض بکنم. این رنگ نارنجی رو میارم، ایموجی هم مثلا می‌ذارم این یکی. این آتیشه رو انتخاب می‌کنم و نکست رو می‌زنم. تو مرحله بعد حالا یه سری اطلاعات نوشته کاری باش نداریم، کاستومایز فوکس رو میزنم و اینجا دیگه میتونیم تنظیمات دلخواه خودمون رو یه فوکس اعمال بکنیم. و الان اینجا توی این صفحه میام پایین‌تر، یه قسمت اد فیلتر داره اینجا، من بهتون نشون بدم. این اد فیلتر رو اگر بزنید میتونید چند تا فیلتر اضافه بکنید. اون پایین پایین توی صفحه بعدی اد فیلتر که رفتید، پایین پایین دارک مود هست، لو پاور مود هم هست که با دوتاش کار داریم. توی گوشی‌های مدل بالاتر آیفون، گوشی من 12 مینیه، شما اگر مدل‌های 14 پرو، پرو مکس یا 15 پرو، پرو مکس داشته باشید، آلویز آن دیسپلی هم اینجاست که اونم میتونید فعالش بکنید. من وارد بخش دارک مود میشم. اینجا دارک مود رو واردش بشید، اگر که لایت هست دارک بزنید، حتما تیک دارک رو همینطور که الان میبینید فعال بکنید. اد رو بزنید، من میام پایینتر دوباره اد فیلتر رو میزنم و اون لو پاور مود هم میزنم، روشنش میکنم. اگر لو پاور مود هم خاموشه روشنش بکنید. من دوباره اد رو میزنم و شما گفتم در مورد آلویز آن دیسپلی گفتم، اگر که اونجا توی قسمت فیلترها داریدش آلویز آن دیسپلی هم واردش بشید و خاموشش بکنید. برعکس اون دوتا که با روشن باشه، آلویز آن دیسپلی باید خاموش باشه. کار ما فعلا اینجا تمام شده. من بک رو میزنم، این فوکس الان ایجاد شده. میبینید که تو این لیست فوکس های من، وارد این قسمت بشم، بله فوکس فست شارژ رو میبینید که این الان فعال شده. هنوز کارمون تموم نشده، باید بریم توی قسمت شورتکات. اپلیکیشن جذاب و معروف شورتکات آیفون که در موردش قبلا زیاد صحبت کردم، ویدیوهایی که در مورد شورتکات گذاشتم و توی دیسکریپشن میذارم حتما ببینید، جزو ویدیوهای پربازدید کانال ما بوده که این نشون میده که واقعا خفنه و واقعا دوستش داشتید. بریم توی شورتکات. اینجا من توی قسمت اتوماسیون، اون پایین سه تا زبانه داره که وسطی اتوماسیونه، اتوماسیون رو بزنید، نیو اتوماسیون رو انتخاب بکنید و بیاین پایین‌تر برید تو بخش چارجر یا همون باتری، در واقع اون اتفاقات که توی باتری میفته، و توی صفحه بعد ایز کانکتد رو انتخاب بکنید. ما میخوایم اتوماسیون وقتی فعال بشه که گوشیمون رو میزنیم به شارژ، بنابراین باید ایز کانکتد روشن باشه. اون پایینه دو تا مورد هست، دو تا گزینه هست که تیک پایینیش شما باید فعال بکنید، یعنی run immediately. اون تیکی هم که پایین میاد کاری باش نداریم، next رو میزنیم و توی صفحه بعد new blank automation رو انتخاب بکنید. اینجا باید اکشنی که میخواید رو اد بکنید. اد اکشن رو من میزنم و حالا توی این صفحه که باز میشه باید بگردم دنبال فوکس که اگر نبود تو نوار سرچ بالا فوکس رو انتخاب بکنید. من اینجا set فوکس رو سرچ میکنم، بله اومدش، set فوکس رو میزنم، یه اتوماسیون فوکس میاره، مون تا هنوز باید تغییرش بدیم. اینجا turn do not disturb off هست به صورت پیشفرض واسه ای من. روی do not disturb میزنم، این متغیر وریبله، اینو میزنم و لیست فوکس ها میاد، فست چارج رو میبینید، این فست چارج رو من فعالش میکنم و off رو هم تغییرش میدم، میزنم شوی آن. یه ذره دیگه با این منوی کار داریم. پایین تر چند تا اتوماسیون دیگه، چند تا اکشن دیگه ما میخوایم اضافه بکنیم. توی نوار سرچی که اون پایین هست، اینجا ایرپلین رو روشن بکنید، چون اینجا توی پرانتز بهتون بگم یکی از عواملی که باعث میشه آیفون شما یا اصلا هر گوشی سریعتر شارژ بشه حالت ایرپلین مود یا خاموش کردن گوشی. حالا گوشی اندرویدی رو میشه تو حالت خاموش زد به شارژ، ولی توی آیفون این اتفاق امکان پذیر نیست. شما نمیتونید آیفونتون رو خاموش بکنید بزنید به شارژ، روشن میشه. بنابراین کاری که میتونید انجام بدید روشن کردن ایرپلین مود. شما اینجا ایرپلین رو سرچ بکنید. ایرپلین رو من سرچش میکنم،
بله اومد set airplane mode که توی این قسمت scripting هست. من روشنش میکنم، دوباره variable داره که همون حالت آن میذارم باشه. و کار دیگه هم که میتونید انجام بدید واسه یه افزایش سرعت شارژ شدن اینه که اتصالات خاموش باشه دیگه، بلوتوث، سلولار دیتا، وای فای اینا خاموش باشه. حالا من قبلا اینا رو توضیح دادم ولی خب خیلی سریع اینجا بهتون میگم، تو همون نوار سرچ دوباره وای فای رو سرچ کنید، ست وای فای میاد، من ست وای فای رو میزنم، اینو حالت آن میزنم، ببخشید حالت آف میزنم، یعنی آن وریبل که هست تغییرش میدم به آف. و اون وای فای رو که بزنید پایینش ست بلوتوث و ست سلولار دیتا هم میاد، اون دوتا رو هم اد میکنم. ببینید اینجا رو دارم میگم، این دوتا رو هم اد میکنم که اضافه بشه به لیست بالایی. الان اون دوتا رو هم دوباره آف میزنم، یعنی اون قسمت ترن بلوتوث آن تبدیلش میکنم به آف، واسه یه پایینی سلولار دیتا هم همینطور. و این هر سه تا آف شد، ایرپلین مود باید آن باشه، اون بالایی هم که همون فوکسی که ایجادش کردیم بهتون گفتم چجوری ایجادش بکنید. اینو الان فعالش کردیم و کاری باش نداریم دیگه، تقریبا اوکی شده. دان رو میزنم و میام بیرون، این اتوماسیون ایجاد شده. وقتی که شما گوشیتون رو بزنید به شارژ یادتونم باشه دقیقاً تنظیمات رو عین همون چیزی که من گفتم و من انجام دادم شما هم طی بکنید مراحلش رو، به خاطر اینکه اگه یه جای اشتباه برید ممکنه خوب کار نکنه. حالا وقتی که گوشیتون رو بزنید به شارژ این اتوماسیون به صورت خودکار فعال میشه و همه این اتفاقات مجموعه اتفاقات رخ میده و این باعث میشه که گوشی شما سریع‌تر شارژ میشه. حتما امتحانش بکنید و تفاوتش رو حس بکنید، مطمئنم که کاملا ملموسه واسهتون و متوجه میشید که واقعا گوشیتون داره سریع‌تر شارژ میشه. هم ایرپرینت مود روشن میشه، هم وای فای خاموش میشه، بلوتوث خاموش میشه، سلولار دیتا اگر روشن باشه خاموش میشه و اون فوکس هم با مجموعه اون تنظیماتی که انجام دادیم فعال میشه و تمام اینا دست به دست هم میده، باعث میشه که گوشیتون سبک‌تر بشه، رمش درگیر نباشه و بتونه سریع تشارژ بشه. حالا حالتی رو فرض کنید که شما از این تنظیمات با خبر نیستید، از این ترفنده با خبر نیستید و وقتی که میخواین گوشیتون رو بزنید به شارژ خودتون باید بیاید تک تک همه این مواردی که گفتم رو تنظیم بکنید. حالا نه تنها دیگه نیازی نیست تک تک انجامش بدید چون همش جمع شده توی این اتوماسیون و حتی اون اتوماسیون هم به صورت دستی نیاز نیست فعالش بکنید، به محض اینکه گوشی رو بزنید به شارژ خود اون اتوماسیون فعال میشه. اینم از این. یادتون باشه که گوشی آیفون یه مقدار تو این قضیه محدودیت داره، یک شو بهتون گفتم مثلا گوشی آیفون نمیشه تو حالت خاموش به شارژ زد و یه محدودیت دیگه اش هم اینه که گوشی آیفون آداپتورهای عجیب و غریب ندارن، مثلا بعضی از گوشی های اندروید آداپتور 240 وات دارن، نمیدونم 120 وات دارن، با اونا توی 10 دقیقه 20 دقیقه میشه شارژ کرد ولی آیفون یا آداپتور 20 واتی داره که اونم اخیراً اومده، قبلا 18 واتی و 5 واتی بود، 3-4 سالیه که با آداپتور 20 واتی میتونید شارژش بکنید ولی خب همون هم 1 ساعت 1 ساعت رو ممکنه طول بکشه. با این قضیه و با این قضیه چیه؟ با این ترفندهایی که گفتم میتونید سرعت شارژ گوشی آیفون رو بیشتر بکنید. ویدیو رو حتما لایک بکنید، کامنت بذارید، سابسکرایب بکنید، اگر تا الان عضو کانال نشدید به من انرژی بدید با حمایت هاتون و ویدیوهایی هم که اینجا میذارم ببینید. دو تای بالایی واسه شورتکاته که فوق العاده است و دو تا ویدیو پایینم که اگر آیفون دارید حتما باید ببینید. حتما. مرسی از توجهتون.